اینجا اورشلیم، رادیو پیام اسرائیل. خودستایی های سران حکومت اسلامی ایران را هیچ حد و مرزی نیست. سعید نمکی وزیر بهداشت امروز ادعا می کند که ایران واکسنی برای مبارزه با کرونا ساخته که در دنیا نظیر ندارد و ایران به زودی به قطب واکسنسازی در سراسر دنیا مبدل خواهد شد. چگونه وزیر بهداشت می تواند چنین ادعایی کند و آن هم در وضعیتی که واکسن ایرانی هنوز تکمیل نشده و معلوم نیست که چه هنگام کار روی آن تمام خواهد شد و آیا ده ها هزار آزمایش بالینی نتیجه خوب یا بد خواهد داشت؟ سعید نمکی ادعا کرد که ایران به زودی قطب واکسن سازی خواهد شد. سپاه پاسداران نیز سال گذشته گفته بود که قادر است روزانه 1,000,000 واکسن تولید کند. این منم زدنها چه عاقبتی داشت؟ در همه دنیا تزریق واکسن آغاز شده و کمپانی های بزرگ صدها میلیون دوز واکسن را در جهان توزیع کردند و هنوز در ایران از آغاز تزریق خبری نیست. امروز یک شنبه 19 بهمن ماه 1399 خورشیدی، 7 فوریه سال 2021 میلادی و 25 ماه شوات از سال 5781 عبری است. فشرده شماری از مهمترین خبرهای روز را با آگاهی شما می‌رسانیم. علی خامنه‌ای دوباره یک سنگ بزرگ در راه انجام گفتگو با ایالات متحده برداشت و گفت که رژیم ایران حق دارد برای بازگشت به تعهدات پیشین خود شرایطی قائل شود. خامنه‌ای که در آستانه 22 بهمن با گروهی از اعضای پدافندی ارتش سخن می گفت، افزود که او شرایط را هم از پیش اعلام کرده و کسی حق ندارد از آن عدو کند. علی خامنه‌ای گفت که شرط اصلی آن است که ایالات متحده به طور کامل به برجام بازگردد و همه تحریم‌ها را باطل کند تا ایران هم حاضر شود به وضع بیش از دولت پرزیدنت ترامپ بازگردد. رهبران جدید ایالات متحده گفته بودند که اول رژیم ایران باید به اجرای تعهدات برجامی خود بازگردد و حسن نیت خود را نشان دهد. محمد جواد ظریف پیشنهاد کرده بود که بازگشت به برجام و لغو تحریم ها به صورت گام به گام انجام شود، ولی اکنون خامنه ای می گوید که آمریکا باید در این راه پیشگام شود. حسن روحانی نیز گفته بود که برجام تغییر پذیر نیست و نباید چیزی به آن اضافه یا از آن کم شود. این مسئله که تزریق واکسن در ایران چه هنگام آغاز خواهد گردید و در مرحله نخست چند نفر را شامل خواهد شد همچنان ادامه دارد، ولی سعید نمکی ادعا می کند که واکسن ساخت ایران به بازار می آید و گوی سبقت را از همه واکسن های جهان می رو باید. او توضیح نداد ملت ایران چند ماه دیگر باید صبر کنند و چه هنگام معلوم خواهد شد که آیا واکسن ایرانی همه مراحل آزمایش را با موفقیت گذرانده است یا خیر. پرزیدنت ولادیمیر پوتین از پذیرفتن باقر قالیباف که همراه با پیامی از جانب علی خامنه‌ای به مسکو رفته به بهانه خطر کرونا خودداری ورزید. این اقدام نوعی توهین و بی احترامی نسبت به علی خامنه‌ای محسوب می شود که پیام ویژه‌ای برای شخص رئیس جمهوری روسیه فرستاده، ولی پوتین حاضر به دریافت آن از دست آن فرستاده نیست و آن را کسر شأن می داند. سفیر حکومت اسلامی ایران در سازمان ملل نسبت به پیام‌های هشداردهنده رهبران نظامی و سیاسی اسرائیل در مورد برنامه‌های اتمی و موشکی رژیم ایران به سازمان ملل شکایت برد، و این در حالی که رژیم ایران علناً از نابودی اسرائیل سخن می‌گوید و بارها به طور مستقیم و از طریق گروه‌های نیابتی اسرائیل را مورد تهدید قرار داده است.
تصمیم قضاوت دیوان بین المللی کیفری در مورد رسیدگی به شکایات گروه های ترور فلسطینی که اسرائیل را به جنایت جنگی متهم ساخته و خودشان صدها شهروند اسرائیل را کشتند، خشم دولت اسرائیل و سیاستمداران کشور را برانگیخت و گفته شد که اگر این دادگاه سیاسی نبود و بر اصول اخلاقی و حقوقی عمل می کرد، چرا به سراغ رژیم های جنایتکار نمی رود؟ از ترکیه خبر رسید که جوان ورزشکار ایرانی که به عنوان پناهجو در ترکیه با بدترین شرایط به سر می برد، از روی نومیدی خودکشی کرد، ولی خبر جان باختن او در هیچ یک از رسانه های فارسی زبان بازتاب نیافته است. مشروح این گزارش ها را همراه با خبرهای بیشتری در رابطه با اسرائیل و ایران و مطالبی که به هر دو کشور مربوط می شود در این مجموعه یک ساعته خبری به آگاهی شما می رسانیم. موسیقی ایرانی نیز خواهیم داشت. تیم خبری امروز ما شامل خانم لیلی بنایان، آقای مرتضی لطفی و دکتر عبدالله قرقزلو می باشد. با ما همراه باشید. به این برنامه خوش آمدید. یک شنبه که روز تعطیل و استراحت در بسیاری از کشورهای جهان است، بر همگان خوش باد. همراه با همکارانم این مجموعه خبری را با آگاهی شما می رسانیم. تصمیم دو تن از قضات دیوان بین المللی کیفری در لاهه مبنی بر این که دادگاه برای رسیدگی به شکایات نهادهای فلسطینی علیه اسرائیل دارای صلاحیت می باشد، با خرسندی و شادمانی گروه های ترور فلسطینی و ابراز خشم دولت اسرائیل روبرو شد و همچنان بحث و جدل در مورد آن ادامه دارد. حکومت خودگردان فلسطینی که اکنون بیش از 10 سال است از بازگشت به میز مذاکرات صلح با اسرائیل خودداری می‌ورزد و همه تلاش های تروریستی آن علیه اسرائیل با واکنش قاطع روبرو گردیده و خونسا شده است، در سالهای اخیر به شیوه تازه‌ای روی آورد و آن یاری طلبی از برخی سازمانها و گروه‌های بین‌المللی بود که خود آنها نیز هرگز نظر خوشی به اسرائیل نداشتند. در همین چارچوب بود که حکومت خودگردان فلسطینی 5 سال پیش به دیوان بین‌المللی کیفری روی آورد و مدعی شد که اسرائیل در دو رشته عملیات دفاعی که علیه ترور فلسطینی در غزه انجام داده مرتکب جنایات جنگی شده است. علت آغاز هر دو رشته عملیات، حملات موشکی گسترده حماس از خاک غزه به سوی شهرها و آبادی‌های اسرائیل به هدف کشتن شهروندان بود. ولی نهادهای فلسطینی ادعا می‌کنند که اسرائیل در جریان این عملیات موجب کشته شدن شماری از افراد غیر نظامی شده و از این رو باید به ارتکاب جنایات جنگی متهم گردد و به دادگاه بین المللی کشانده شود. علت عمده کشته شدن افراد غیر نظامی آن بود که تروریست های حماس و سازمان های دیگر فاقد اونیفرم بودند و پشت سر افراد غیر نظامی و به ویژه زنان و کودکان سنگر می گرفتند و از آنجا به سوی سربازان اسرائیلی آتش می گشودند. چریک‌های فلسطینی همچنین از داخل مناطق مسکونی به مصاف ارتش اسرائیل آمده بودند و از پشت بام خانه‌ها و حتی از داخل خانه آنها به سوی سربازان اسرائیلی آتش می‌گشودند. در چنین واقعیتی آسیب رسیدن به جان افراد غیر نظامی امری اجتناب ناپذیر است. فلسطینی‌ها در شکایات خود به دیوان بین‌المللی کیفری اسرائیل را به ارتکاب جنایات جنگی متهم ساخته و از دیوان کیفری درخواست کردند به آن رسیدگی کند. از آنجا که دیوان بین‌المللی کیفری برای رسیدگی به شکایات کشورها علیه کشورهای دیگر برپا شده، دادستان دیوان کیفری از قضات خواست حکم بدهند که آیا نواحی فلسطینی نشین جزو حوزه رسیدگی آنها می باشد یا خیر. دو تن از قضات دیوان کیفری گفتند که برای امکان پذیر ساختن رسیدگی به این شکایت، سرزمین‌های غزه، کرانه باختری و شرق اورشلیم به عنوان کشور مستقل فلسطینی شناخته می‌شوند و شکایت آنها علیه اسرائیل قابل رسیدگی می‌باشد. قاضی سوم رأی مخالف داد و گفت که کشوری به نام فلسطین هنوز برپا نشده است و چنین شکایتی در حوزه اختیارات دیوان بین المللی کیفری نمی گنجد.
بنیامین نتانیاهو و دیگر سران اسرائیل تصمیم آن دو قاضی را مورد انتقاد شدید قرار دادند و دیوان کیفری را متهم ساختند که یک نهاد حقوقی نیست، بلکه تصمیمات سیاسی می‌گیرد و موجب خرسندی و گستاخی سازمان‌های تروریستی می‌شود که اسرائیل حق داشته در برابر تعرض آنها از شهروندان خود دفاع کند. ولی حماس و دیگر سازمان‌های ترور فلسطینی از این تصمیم ابراز خرسندی بسیار کردند و این در صورتی که اگر دیوان کیفری به رسیدگی به اتهامات بپردازد، مسلماً باید حملات موشکی حماس به سوی خاک اسرائیل به هدف کشتن زنان و کودکان را نیز محکوم بداند. ولی سخنگویان حماس امروز یکشنبه گفتند که حتی اگر چنین شود، آنان خرسند خواهد بود که اسرائیل در یک نهاد بین المللی مورد محکومیت قرار گیرد. خود حقوقدانان وابسته به نهادهای بین المللی تایید می کنند که اسرائیل دارای یک تشکیلات بسیار قوی و مستقل حقوقی است و اگر سربازی جنایت جنگی مرتکب شده باشد و یا اگر فرماندهان بدون جهت دستور تیراندازی داده باشند، دادگاه اسرائیل با صداقت و عدالت به این شکایات رسیدگی خواهد کرد و از این رو پناه آوردن فلسطینیان به یک نهاد بین المللی تنها هدفش بدنام کردن اسرائیل است. هنوز معلوم نیست که دادستان از چه هنگام تحقیقات خود را آغاز کند. حقوقدانان می گویند که بی تردید دادستان باید علیه حماس نیست که با آغاز حملات موشکی علیه شهروندان اسرائیلی عامل به راه انداختن دو رشته عملیات دفاعی اسرائیلی بوده، باید محاکمه و مجازات شود. ولی یک پیامد آن نیز در تنگنا قرار دادن سرباز اسرائیلی در شرایط جنگی است که در حساس‌ترین لحظات کشت و کشتار نیز باید هوشیار باشد، اقدام خلافی انجام ندهد. رهبران سیاسی اسرائیل میگویند که این گونه نهادهای بین‌المللی اسرائیل را دیوار کوتاه می‌اندیشند و جنایات جنگی رژیم‌هایی مثل حکومت ایران و صدام حسین و بشار اسد و فاجعه یمن را نادیده می‌گیرند و تنها به سراغ اسرائیل می‌روند، زیرا می‌دانند که یک کشور قانونمند است و با سازمان‌های جهانی همکاری می‌کند و به آسانی زیر فشار قرار می‌گیرد. علی خامنه‌ای در جریان دیدار با عده‌ای که گفته شده است از فرماندهان و خلبانان نیروی هوایی بودند دیدار کرد و درباره مذاکرات و گفتگوها بر سر توافق هسته‌ای گفت فقط ایران حق شرط گذاشتن در برجام را دارد، چون بعقیده رهبر حکومت ایران این ایالات متحده آمریکا و 3 کشور اروپایی هستند که تعهدات خود را زیر پا گذاشتند و تهران به همه تعهدات خود عمل کرده است. علی خامنه ای امروز در سخنان خود گفت ما امروز حق داریم برای ادامه برجام شرط بگذاریم. این شرط را هم گذاشتیم و گفتیم و هیچ کس از آن عدول نخواهد کرد که اگر میخواهند ایران به تعهدات برجامی که لغو کرده بازگردد، آمریکا باید تحریم‌ها را کلاً لغو کند. آن هم نه به زبان و روی کاغذ، بلکه در عمل لغو کند و ما راستی آزمایی کنیم. دیروز خبرگزاری بلومبرگ به نقل از منابع آگاه خبر داده بود که دولت بایدن به دنبال راه‌هایی است تا بدون برداشتن تحریم‌ها فشار اقتصادی بر ایران را کاهش دهد. گفته شد که کمک به تسریع روند اعطای وام صندوق بین‌المللی پول به ایران در زمینه کرونا یکی از این راهکارهای دولت آمریکا است. اما امروز علی خامنه‌ای تأکید می‌کند که فقط در صورت برداشتن همه تحریم‌ها حکومت ایران حاضر به بازگشت به تعهداتش است. علی خامنه‌ای در سخنان امروز خود بار دیگر بر مراقبت از خطا و اشتباه در داخل کشور تأکید کرد و گفت یکی از اشتباهات بزرگ این است که مرعوب قدرت دشمن شویم یا در امور سیاسی و اقتصادی به دشمن امید ببندیم.
حکومت ایران با تصویب مجلس روند غنی‌سازی اورانیوم را سرعت بیشتری داده و برخلاف تعهداتش به 20% غلظت آن را رسانده است. علی خامنه ای گفت سیاست قطعی که امروز اعلام کرده مورد توافق مسئولان است. جواد ظریف وزیر خارجه حکومت نیز دیروز در مصاحبه خود با روزنامه همشهری گفته بود برای مذاکره با آمریکا در حال حاضر هیچ توافقی در ایران در سطح کلان حکومتی وجود ندارد. وی پیشنهاد داده بود که اتحادیه اروپا زمینه تحریم‌های آمریکا علیه ایران و بازگشت کامل رژیم به اجرای تعهدات اتمی را به طور همزمان فراهم سازد. سایت علی خامنه ای عکس‌ها و تصاویری از دیدار تعدادی از فرماندهان و خلبانان نیروی هوایی ارتش ایران را با علی خامنه ای بازتاب داد. این مراسم در پی بی‌اعتنایی مردم نسبت به سالگرد انقلاب اسلامی از سوی حکومت برگزار شد و عده‌ای را که خبرگزاری تسنیم فرماندهان و کارکنان نیروی هوایی ارتش خوانده است، تأکید شده جمعی از اعضای نیروی هوایی ارتش بامداد امروز یک شنبه با خامنه‌ای فرمانده کل قوا دیدار کردند. امروز 19 بهمن ماه و مصادف با سالگرد دیدار عده‌ای از همافران ارتش شاهنشاهی خوانده شده بودند با روح الله خمینی دیدار کردند. علی خامنه‌ای مدتی است در قرنطینه به سر می‌برد و به همین علت مراسم دیدار با محدودیت زیادی همراه بوده است. با توجه به شرایط گسترش بیماری کرونا و هراس رهبر از مبتلا شدن به این ویروس، طبق گزارش دفتر حفظ و نشر آثار خامنه‌ای، این دیدار با حضور تعداد محدودی که بر روی صندلی نشسته بودند در حسینیه خمینی برگزار شد. در واکنش به پیام‌های هشدارآمیز مقام‌های دولت اسرائیل به رژیم ایران و همچنین جامعه جهانی نسبت به برنامه‌های اتمی و موشکی رژیم که طی روزهای گذشته صورت گرفت، مجید تخت‌روانچی سفیر رژیم اسلامی در سازمان ملل طی نامه‌ای به آنتونیو گوترش خواهان واکنش جامعه جهانی به اظهارات مقام‌های اسرائیلی و به ویژه رئیس ستاد ارتش اسرائیل شد. مجید تخت‌روانچی در نامه خود به آنتونیو گوترش و رئیس دوره‌ای شورای امنیت سازمان ملل نسبت به اظهارات اویف کوخاوی رئیس ستاد ارتش اسرائیل در خصوص طرح‌های حمله به ایران هشدار داده است. رئیس ستاد ارتش اسرائیل در هشداری صریح به دولت جو بایدن در خصوص احتمال بازگشت آمریکا به توافق هسته‌ای با رژیم اسلامی موسوم به برجام گفته بود که اسرائیل برنامه‌های تازه دیگری را برای حمله به ایران در سال جاری میلادی تدارک دیده است. جنرال کوخاوی گفته بود که به فرماندهان ارتش اسرائیل دستور داده که در یک سال پیش رو برنامه‌های عملیاتی جدیدی را غیر از طرح‌های آماده پیشین برای حمله به رژیم ایران تدارک ببینند. مجید تخت‌روانچی در نامه خود تأکید کرده است که اسرائیل به تازگی نه تنها اظهارات تحریک‌آمیز و جنگ‌افروزانه خود را علیه جمهوری اسلامی شدت بخشیده است، بلکه فعالانه در پی برنامه ریزی برای اقدام به تهدیدهای خصمانه خود علیه ایران است. سفیر رژیم در سازمان ملل متحد تصریح کرده است این تهدیدها نقض فاحش ماده 2 منشور ملل متحد است و با توجه به سابقه تاریک این رژیم در حمله به کشورهای منطقه پاسخ مناسب جامعه جهانی را ضروری می سازد. اویف کوخاوی تنها مقام دولتی نبود که نسبت به سیاست احتمالی مماشات و سازش دولت بایدن با رژیم اسلامی هشدار داد، بلکه وزیر دفاع بنی گانتس و همچنین اوی دیختر رئیس کمیسیون امنیتی و دفاعی پارلمان اسرائیل کنست نیز هر یک جداگانه پیام‌های هشدارآمیز را اعلام کردند. مجید تخت‌روانچی در ادامه نسبت به هر گونه ماجراجویی نظامی اسرائیل علیه ایران هشدار داده و گفته است که جمهوری اسلامی به هر گونه تهدید یا عمل نادرست اسرائیل
پاسخی قاطع خواهد داد. نامه سفیر رژیم در سازمان ملل نشان از وحشت و هراس مقام‌های بلندپایه رژیم از تهدیدهای جدی اسرائیل نسبت به هر گونه مماشات و سازش با رژیم می باشد. اوی دیختر، رئیس کمیسیون امنیتی و دفاعی پارلمان اسرائیل، گفته بود که با توجه به سیاست احتمالی جو بایدن در راستای مصالحه و سازش با رژیم اسلامی در ایران، ارتش اسرائیل باید آماده یک حمله نظامی به تأسیسات اتمی و موشکی رژیم ایران باشد. پیش از او، صخی هنگبی، وزیر آبادی و شهرکسازی اسرائیل نیز در همین باره گفته بود، بر این باور هستم که دولت ایالات متحده هیچگاه به ایران حمله نظامی نخواهد کرد و ما باید آماده یک رویارویی به منظور نابودی تأسیسات اتمی و موشکی رژیم ایران باشیم. آقای هنگبی این اظهارات را در واکنش به نصب آبشار جدید سانتریفوژهای پیشرفته ایران در سایت‌های نتنز و فردو بیان کرد. صخی هنگبی می‌گوید اسرائیل باید تصمیم بگیرد که آیا با یک ایران هسته‌ای کنار می‌آید یا نه و اسرائیل چاره‌ای نخواهد داشت به تنهایی برای رفع این خطر اقدام کند. آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه جدید آمریکا نیز هفته گذشته گفته بود که ایران تا داشتن مواد شکافت پذیر لازم برای ساخت بمب اتمی ممکن است که ماها فاصله داشته باشد، اما از آنجا که دائم محدودیت‌های برجام را کاهش می‌دهد، این فاصله ممکن است به چند هفته کوتاه شود. در همین باره رادیو پیام اسرائیل در روزهای گذشته گزارشی را به نقل از گروهی از کارشناسان اسرائیلی منتشر کرد که به رادیو پیام اسرائیل گفته بودند که رژیم ایران قصد دارد با استفاده از فرصتی که مذاکرات اتمی در آینده در اختیارش می‌گذارد بر سرعت برنامه‌های مخفی اتمی خود بیفزاید و در آینده نزدیک اولین بمب اتمی خود را رونمایی کند. خبرگزاری بلومبرگ گزارش داد دولت جو بایدن در حال بررسی راهی برای کم کردن فشار مالی بر ایران بدون برداشتن تحریم‌های اقتصادی از جمله تحریم‌های نفتی است. بلومبرگ به نقل از 4 منبع آگاه نوشت یکی از گزینه‌های دولت آمریکا در این زمینه حمایت از وام صندوق بین‌المللی به ایران برای کمک به پیامدهای اقتصادی شیوع کرونا در این کشور است. به گفته این منابع آگاه، هر گزینه دیگری که دولت بایدن در حال بررسی آن است کم کردن تحریم هایست که مانع رسیدن کمک های بین المللی به ایران در زمینه کرونا است. این گزارش می افزاید که اتخاذ چنین راهکارهایی می تواند با دلایل انسان دوستانه توجیه شود. همچنین گزینه دیگر احتمال امضای یک دستور اجرایی از سوی بایدن برای لغو تصمیم دونالد ترامپ در زمینه خروج از برجام است. اما به گفته این منابع آگاه، صدور معافیت از تحریم‌ها برای فروش نفت ایران در بازارهای بین‌المللی هنوز به طور جدی از سوی دولت آمریکا بررسی نمی‌شود. بلومبرگ تأکید کرد احیای توافق هسته‌ای ایران یکی از چالش‌های سیاست خارجی دولت بایدن و از مجموع اقداماتی است که با هدف متوقف کردن یا معکوس کردن تدابیر اتخاذ شده از سوی تیم امنیت ملی دولت ترامپ صورت می‌گیرد. شورای امنیت ملی آمریکا این هفته جلسه‌ای را درباره مسائل خاورمیانه با تمرکز بر ایران برگزار کرد، اما جن ساکی سخنگوی کاخ سفید در توییتر اعلام کرد که این جلسه حاوی هیچ اعلام سیاسی نیست. سخنگوی کاخ سفید همچنین در یک نشست خبری گفت اگر جمهوری اسلامی به تعهدات خود در برجام بازگردد، زمینه برای رسیدن به توافقی طولانی تر و قوی تر فراهم می شود. او تأکید کرد توپ در زمین ایران است تا به تعهداتش عمل کند. عصر جمعه گذشته نیز وزیران خارجه 4 کشور آمریکا، آلمان، فرانسه و بریتانیا درباره چگونگی رسیدن به یک رویکرد متحد برای برطرف کردن نگرانی‌های مشترک
نسبت به ایران نشستی برگزار کردند که پس از آن وزرای خارجه فرانسه و بریتانیا این نشست را مهم، عمیق و با هدف رسیدن به رویکرد متحد در مورد ایران توصیف کردند. هنوز زمان مشخصی برای انجام مذاکرات و چگونگی آن مشخص نشده است، اما اسرائیل و همچنین کشورهای عرب خواهان در نظر گرفتن خواسته های خود در این مذاکرات با رژیم اسلامی هستند. جواد ظریف گفته است که برای گفتگو با ایالات متحده آمریکا در حال حاضر هیچ توافقی در ایران با سطح کلان حکومتی وجود ندارد. وی در مصاحبه خود با روزنامه همشهری چاپ تهران گفته است مذاکرات ایران و آمریکا موضوعی است که نیاز است در کشور در موردش اجماع باشد و در سطح عالی کشور روی آن توافق باشد. فعلا شرایطی که داریم این است که در کشور اجماعی برای مذاکره با آمریکا نیست. مخالفان مذاکره با آمریکا در ایران دولت را متهم می‌کنند که تمایل دارد در مدت باقی مانده از دوره 4 سالی خود وارد گفتگو با دولت جو بایدن شود. در برابر مقامات دولتی می‌گویند مخالفان می‌خواهند با پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری بهار آینده خود با آمریکا مذاکره کنند. وزیر خارجه حکومت ایران گفته است بدون اجماع وارد این حوزه شدن از نظر سیاست خارجی هم کار صحیحی نیست. رژیم ایران در کمتر از 2 دهه اخیر وارد مذاکرات پنهانی در سطح معاونان وزارت خارجه به میزبانی سلطان نشین عمان و مذاکرات علنی وزرای خارجه درباره برنامه اتمی ایران بوده است. در هر 3 مورد این مذاکرات مخالفان جدی در سطح مقامات ارشد حکومت داشته، اما علی خامنه‌ای مجوز انجام آن را صادر کرده بود. جواد ظریف گفته است آمریکا در ارتباط با اجرای تعهداتش در توافق هسته‌ای برجام رفوزه شده است و ابتدا با رفع تحریم‌ها زمینی بازگشت خود به توافق هسته‌ای را به دست بیاورد. وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا گفته است که مذاکرات ایران باید ابتدا به اجرای کامل تعهدات اتمی خود بازگردد، سپس ایالات متحده تحریم‌های اتمی را لغو کند. اما حکومت ایران این پیشنهاد را قابل اجرا نمی‌داند. ظریف پیشنهاد داده که اتحادیه اروپا زمینه رفع تحریم‌های ایالات متحده آمریکا علیه حکومت ایران و بازگشت کامل ایران به اجرای تعهدات اتمی‌اش را به طور همزمان فراهم کند. و به عنوان آخرین مطلب بخش نخست این مجموعه خبری، خمینی در سال اولی که به قدرت رسید با خرسندی اعلام داشت که به ثمر رساندن انقلاب به قربانیان اندکی همراه بوده و این در صورتی که در انقلاب‌های کشورهای دیگر همیشه خون‌های بیشتری ریخته شده است. ولی وقتی خود خمینی قدرت را به دست گرفت، کشتار مردم ایران آغاز شد که تا به امروز ادامه دارد و رژیم صدها هزار نفر را با شیوه‌های غیر انسانی به قتل رسانده تا بتواند همچنان در قدرت بماند. یک تفاوت بین شاه فقید ایران و رژیم کنونی وجود داشته است. شاه هنگامی که تظاهرات گسترده ولی سازمان داده شده از ائتلاف بین کمونیسم و اخوندیسم را در کشور دید، دستور کشتار نداد و کمترین افراد هلاک شدند. او با این تصور که تظاهرات خواست واقعی مردم است، دستور داد کشتار نشود و خود نیز کشور را ترک گفت. ولی حکومت کنونی ایران از روز اول کشتار را آغاز کرد و هنوز همچنان به آن ادامه می دهد و در ظرف 2.5 روز 1500 نفر را به قتل رسانده است. خمینی گفته بود که برای جلوگیری از فروپاشی یک حکومت اسلامی و هنگامی که احساس خطر می شود می توان اجرای اساسی ترین فرایض اسلامی مانند نماز و روزه را نیز موقتاً راتب گذاشت.
حالا بر این تصورند که برای ادامه و حفظ حکومت اسلامی به آسانی میتوان شهروندان را کشت و جوی خون به راه انداخت. این است یکی از تفاوت‌های بین محمد رضا شاه پهلوی و آیت الله روح الله خمینی و جانشینان او. بر اساس گزارش امروز سخنگوی وزارت بهداشت حکومت ایران، در یک شبانه روز اخیر 57 تن دیگر از مبتلایان به ویروس کرونا جان خود را از دست دادند که در مقایسه با شبانه روز قبل 19 تن کمتر است و بدین سان مجموع جان باختگان این بیماری به 58,469,000 نفر رسیده است. بسیاری از مقامات رسمی دولتی، شورای شهر تهران و حتی برخی مقامات وزارت بهداشت به این آمارها با شک و تردید نگاه می کنند و معتقدند که رقم جان باختگان بسیار بیشتر از آمار رسمی و دولتی است. دکتر سیما سادات لاری، سخنگوی وزارت بهداشت حکومت ایران، گفت از دیروز شنبه تا امروز یک شنبه 19 بهمن ماه و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی 7,065 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در کشور شناسایی شده که 544 تن از آنها در مراکز درمانی و بیمارستانها بستری هستند. بر اساس اعلام وزارت بهداشت 36 شهرستان در ایران در وضعیت نارنجی، 176 شهرستان در وضعیت زرد و 234 شهرستان در وضعیت آبی قرار دارند. هرج و مرجی که در امور مربوطه به کرونا در ایران حکم فرماست، در شیوه برخورد مقامات ارشد حکومت با این ویروس خطرناک ریشه دارد. خامنه ای در ابتدا وجود این ویروس را به کلی انکار کرد و روحانی نیز آن را یک بیماری کم اهمیت مانند آنفلانزا دانست و خامنه ای گفت که احتیاج به درمان ندارد، بلکه با خواندن چند آیه و نیایش مذهبی برطرف می شود. خامنه ای همچنین گفته بود که چون آمریکاییان از هویت ژن ایرانی آگاهی دارند، می خواهند داروی تولید کنند که موجب نابودی ملت ایران شود. نتیجه این یاوه سرایی ها آن بوده که هر روز ده ها و شاید صدها نفر ایرانی کشته می شوند. بخش کوتاهی از سخنان خامنه ای و روحانی را در رابطه با ویروس کرونا و شیوه برخورد با آن می شنویم. از این کرونا هم ما عبور میکنیم، از این ویروس ما عبور میکنیم. شما آمریکایی ها متهمید به اینکه این ویروس رو شما تولید کردید. ویروس آنفولانزایی که در آمریکا 16,000 نفر تلفات داد امسال و در ایران 100 خورده ای تلفات داد. ممکنه داروی شما یه وسیله ای باشد برای اینکه این بیماری رو بیشتر گسترش بده. این ویروس سخت تر از اون نیست، البته ویژگی هایی داره از نظر تماس و از نظر سرعت انتقال شرایطش یکم فرق میکنه. گفته میشه که یک بخش برای ایران بالخصوص تولید شده است با استفاده از آشنایی های ژنتیک ایرانی، ولی این مهمه که مردم بدونن 70% خواهند گرفت هر کاری. این چیزی که آلمان داره اعلام میکنه رسما. این بلا به نظر ما بلای اونچنان بزرگی نیست، از این بلاها بزرگتر هم وجود داشته و داره. خب شرایطش ضعیف میشه، به هر حال اکثریت جامعه ما قدرتمند میشن، بدنها توانمند میشه در برابر این ویروس. اینا اگر واکسن بلدن درست کنن، اگر کارخونه فایزرشون میتونه واکسن درست کنه، چرا به ما میخوان بدن؟ ما باید خادم مردم باشیم، ما باید کاری بکنیم که مردم میخوان، ما باید حرکتی. مردم میدونن ما در مشکلیم، مردم میدونن شرایط ما عادی نیست، مردم میدونن ما دو تا دست بیشتر نداریم، با یه دست داریم مبارزه میکنیم با تحریم، با یه دست هم داریم مبارزه میکنیم با کرونا. خبر ترور لقمان سلیم، فعال و منتقد سرشناس حزب الله،
رسانه‌های سنتی و شبکه‌های اجتماعی لبنانی را شگفت‌زده کرده است. خانواده لقمان سلیم خبر از ناپدید شدن او دادند و سپس مشخص شد که او به قتل رسیده است. به گزارش شبکه تلویزیونی غیر دولتی LBC، جسد او را صبح روز 4 فوریه در ماشینش در شهر سیدا پیدا کرده بودند و در این گزارش گفته شد که ارتباط با او هنگامی که در راه خانه بود قطع شده است. آیا اسکندرانی، خبرنگار وبسایت خبری ناسیونال در لبنان، در توییتی نوشت که سلیم چند وقتی بود که مرتب تهدید می‌شد و اضافه کرد که این واقعه برای آزادی بیان در لبنان نگران کننده است. ایمان مهنا، خبرنگار، در توییتر نوشت لقمان سلیم تنها یک فعال نبود. او نظریه پرداز، نویسنده، تحلیلگر و یکی از برجسته‌ترین صداهای مخالف حزب الله بود. فرزند خانواده‌ای بود که در سیاست و وکالت نقش بازی کرده است. او یکی از کسانی بود که روی خاطرات جنگ لبنان و ناپدید شدگان اجباری در لبنان و سوریه کار می‌کند. روزنامه انگلیسی زبان دیلی استار صبح همان روز به نقل از مکرم ربا، دوست نزدیک سلیم و استاد دانشگاه، نوشت این اتفاق یک تراژدی است. همه کسانی که لقمان را می‌شناسند می‌دانند که چه کسانی دشمن او بودند. و پاولا یعقوبیان، نماینده سابق مجلس، در توییترش نوشت قتل برای آنها عادت شده است. امیدی به تحقیقات نیست، مانند انفجار بندر یا قتل جو بجانی و دیگران با آن برخورد خواهند کرد. او یک شهید است. و ساعتی پس از ترور لقمان سلیم، فعال سیاسی منتقد حزب الله، ده ها روزنامه‌نگار و کنشگر در لبنان و در بیروت در ابراز مخالفت با این جنایت در تظاهرات خود شبه نظامیان حزب الله و رژیم جمهوری اسلامی ایران را به دست داشتن در این جنایت متهم کردند. شرکت کنندگان در این تظاهرات با در دست داشتن پرچم لبنان شعارهایی را در محکوم کردن ترور سلیم سر داده و حزب الله مورد حمایت ایران را هدف شعارهای خود قرار دادند که سلیم یکی از برجسته‌ترین منتقدان این گروه شبه نظامی قلمداد می شد. معترضین همچنین خواستار متحد کردن صفوف در برابر حوادث جاری و شکستن سد ترس و اعلام دست داشتن حزب الله در جنایات علیه اهل قلم در لبنان شدند. معترضان همچنین خواستار احیای دولت و بازسازی حاکمیت تا دستیابی به دولت مدنی شدند. یک دیپلمات پیشین وزارت خارجه حکومت ایران میگوید که با دستگیری، محاکمه و مجازات یک دیپلمات حکومت ایران در دادگاه بلژیک به جرم طراحی عملیات تروریستی، یک بار دیگر ثابت می شود که رژیم ایران به هیچ یک از موازین بین المللی و اخلاقی جهانی پایبند نیست و برای رسیدن به هدفهای خود به هر اقدامی که صلاح بداند دست می زند. آقای علی اکبر امید مهر، مقیم دانمارک، که دوران کارآموزی دیپلمات را پیش از انقلاب گذرانده و تنها مدت کوتاهی به عنوان دیپلمات از جانب رژیم به ماموریت فرستاده شده بود، در مصاحبه با رادیو پیام اسرائیل گفت که ماجرای اسدی تنها موردی نیست که رژیم ایران با زیر پا گذاشتن قوانین و موازین بین المللی از مسئولیت دیپلماتیک برای اجرای عملیات تروریستی استفاده می کند. آقای امید مهر گفت که رژیم ایران سالیان دراز در طریق دیپلمات ها و نهادهای بین المللی خود و اجیر کردن تروریست های حرفه‌ای به جنایت مهیبی در خارج از کشور دست زده، ولی این نخستین بار است که یک دیپلمات رژیم ایران به خاطر این رفتارها به دادگاه کشانده و محاکمه می گردد و به مجازات سنگینی محکوم می شود. آقای امید مهر گفت که مسئولیت دیپلماتیک به منظور ایجاد سهولت در انجام ماموریت‌های سیاسی است و هنگامی که یک دیپلمات از این مسئولیت برای عملیات تروریستی استفاده می‌کند، مسئولیت او باطل است و می‌تواند مورد محاکمه و مجازات قرار گیرد.
او همچنین توضیح داد که گرچه اسدالله اسدی در اتریش مسئولیت سیاسی داشته، ولی از لحظه‌ای که وارد آلمان می‌شود، این مسئولیت در آن کشور اعتبار ندارد و می‌توان او را بازداشت و محاکمه کرد. در جریان محاکمه اسدی، رژیم ایران با استناد به مسئولیت نسبت به آن اعتراض کرد، ولی اصرار زیادی در این جریان نورزید. همچنین رژیم ایران نماینده‌ای به دادگاه نفرستاد. رسانه‌های اصولگرای حکومت وزارت خارجه به ریاست جواد ظریف را به اهمال در این زمینه متهم ساختند، ولی برخی دیگر گفتند که رژیم به زودی با ربودن یک ایرانی که تابعیت بلژیکی هم ممکن است داشته باشد برای رهایی اسدی خواهد کوشید. محکومیت این به ظاهر دیپلمات دبیر سوم سفارت رژیم در وین در دادگاه نخست بوده و او حق فرجام خواهی دارد که هنوز مهلت پایانی آن فرا نرسیده است. بخشی از سخنان آقای امید مهر دیپلمات پیشین را می‌شنویم. نسخه کامل این مصاحبه را می‌توانید در وبسایت رادیو پیام اسرائیل به نشانی radish.org ببینید و بشنوید. ببینید کار رژیم جمهوری اسلامی ایران زورگوییه. ببین در گذشته خب این حزب الله ما که طاغوتی یک دیپلمات طاغوتی زمان شاه بودیم میگفتش که اولا ما مجبور بودیم که رساله آقا رو بخونیم، قرآن رو بخونیم، احادیث رو بخونیم، بعد میرفتیم با این آقایون هم میگفتن که در وقتی حضرت در جنگ ها هیچی نداشت ولی رجزخانی میکرد و بعضی مواقع راهزنی میکرد، بعضی مواقع گروگان میگرفت، ما هم باید این کار رو بکنیم. یعنی قوانین 1400 سال پیش را در آوردن در نیمه دوم قرن بیستم و نیمه اول قرن بیستیکم حاکم کردن به عنوان یک دمل چرکین و قطعه سرطانی بر نظم موجود در جامعه بین‌المللی قیام کردن. ولی به علت همین کاری که الان در بروکسل انجام گرفت و برای اولین بار یکی از دیپلمات‌ها، البته قبلا مثلا از تروریست‌های لبنان، تروریست‌های دیگه استفاده می‌کردن، مثلا رستوران میکونوس اینا، یا آنی که در کنیا رخ داد، یا به قول شما آنی که در اتیوپی رخ داد، ولی اینجا یه دیپلمات رو گرفتن. از این به بعد این قضیه دامن رژیم رو خواهد گرفت. یعنی دیگه کسی به دیپلمات‌های رژیم به عنوان یه دیپلمات کاریری نگاه، همه مظنونن، تروریستن، مگر اینکه برخلاف اون ثابت بشه. ضمناً بسیاری از محموله‌های هروئین، دلارهای تقلبی رژیم در جامعه بین‌المللی از طریق همین کیف‌ها و همین پست‌های دیپلماتیک انجام می‌گرفت. از این به بعد جامعه بین‌المللی در مقاطع ورودی و خروجی این کیف‌های شخصی دیپلمات‌ها، این پست‌های رسمی سفارتخانه‌ها و کنسولگری‌ها و خانه‌های فرهنگ را بررسی خواهند کرد که آیا مواد اتمی توشه، اورانیوم توشه، مواد تولید موشکی توشه، چاشنی اتمی توشه، یا این دفعه دیگه با دقت ریاضی اینا بررسی خواهند شد. کاری که رژیم انجام داد دامنش رو خواهد گرفت. خبر دادن حجاب ما از روی موهاش افتاده، خبر دادن حجاب ما از روی موهاش افتاده، یکی که محرم نبوده اومده گل بهش داده، میگن که اون غریبه صورت ماهو بوسیده، یه جورایی عاشقونه رو گونه هاش دست کشیده، انگار دیدن غریبه رو وقتی که توی راه بوده، انگار دیدن غریبه رو وقتی که توی راه بوده، یه دل تو دست اون دیدن که عین قلب ماه بوده. حالا تو شهر شب همه دنبال اون غریبن، میخوان که پیداش بکنن، دل رو ازش پس بگیرن. تو شهر شب قیامته، انگاری بوی خون میاد. تو شهر شب قیامته، انگاری بوی خون میاد، صدای قرش تفنگ از دل آسمون میاد. تو میدون اصلی شهر
گزمه ها دیوار کشیدن، داروغه گفته بکشن هر جا غریبه رو دیدن. اما تو این هیاهوا یه جای دنج و بی صدا نشسته توی خلوتش ماه قشنگ قصه ها، منتظر مسافرش ثانیه ها رو میشمره، منتظر مسافرش ثانیه ها رو میشمره. رؤیای مرد قصه هاش از گل رازقی پره. غریبه گفته که یه شب از دل جاده ها میاد، ماه و تا فردا میبره سوار شونه های باد. گفته میاد با یه بغل عطر گلای رازقی، وقتی که از راه برسه فصل قشنگ عاشقی. غریبه رفته و حالا چشمای ماه منتظره، تنها دعای لحظه هاش اومدن مسافره. حالا برید تو شهر شب مردونه فریاد بزنید، حالا برید تو شهر شب مردونه فریاد بزنید، قصه این عاشقی رو از ته دل داد بزنید. داروغه باید بدونه، داروغه باید بدونه که چشم دل کور نمیشه، که عاشقی کار دله، تو کار دل زور نمیشه. یکی دیگر از جوانان ورزشکار ایرانی که میتوانست آینده درخشانی داشته باشد، در اردوگاه پناهندگان در ترکیه در اثر یأس و فشار روحی خودکشی کرد. او مدت چند سال در شرایط بسیار دشوار در ترکیه به صورت پناهجو به سر می برد و سازمانهای بین‌المللی به حال او توجه نکردند. این جوان بارها در مراجعه به دفتر نمایندگی کمیساریای عالی امور پناهندگان در ترکیه و نهادهای دیگر هشدار داده بود که ممکن است خودکشی کند، ولی توجهی به او نشده بود. ارزیابی می شود که بیش از 10,000 نفر ایرانی که تقاضای پناهندگی کرده اند در شهرهای مختلف ترکیه پراکنده شده اند و هیچ آینده روشنی ندارند. یکی از دوستان ورزشکار خودکشی کرده امروز یک شنبه با رادیو پیام اسرائیل چنین گفت: شب شنبه ساعت هولوش ساعت 1:30 شب یک جوان ایرانی به نام بردیا متاسفانه بعد از 3.5 سال موندن توی ترکیه و شرایط سخت پناهندگی و مشکلات بسیار بسیار سختی که برای پناهنده ها اینجا به وجود اومده، متاسفانه به زندگی خودش با تناب دار پایان داد. خب مشکلات بسیار زیادی داشت اینجا، خب به خاطر شرایط کرونایی، خب مشکلات بیکاری داشت، مشکلات اقتصادی که داشت و مشکلاتی که حالا اکثر پناهنده ها باش گریبان گیرن، چه از لحاظ بهداشتی چه از لحاظ مشکلات حالا بیمه و درمان. خب اینجا پناهنده همه با این مشکلات دست به گریبانن. ایشون هم اینجا تنها زندگی میکردن، خب اون تنهایی باعث شد دچار یک افسردگی بسیار بسیار شدیدی بشه و به این گونه غمناک و دردناک به زندگی خودش پایان داد. با مجامع بین المللی هم خیلی صحبت کرده بود، با سازمان UN هم 2-3 مرتبه صحبت کرده بود و بهشون گفته بود که حتی قصد خودکشی هم داره، ولی خب متاسفانه شوخی گرفتن، جدی نگرفتن. نه فقط حرف بردیا، از امثال بردیا توی ترکیه بسیار بسیار زیادن. بردیاهای زیادی ما توی ترکیه داریم که از لحاظ حالا مشکلات روحیشون خیلی تحت فشارن. مشکل اصلی ما پناهنده اینه که واقعا کسی صدای ما رو نمیشنوه. ما یک جامعه دور افتاده هم از کشور خودمون هستیم و فراموش شده توی کشوری به نام ترکیه. ما مشکلی با ترکیه نداریم، ما مشکل اون با سازمان‌های بین‌المللیه. ترکیه به ما پناه داده، خب درست، دستشون هم درد نکنه، ولی خب راه بعدی رو کشورهای اروپایی یا حالا امریکایی یا سازمان‌های دولتی و حتی سازمان ملل یا حقوق بشر باید مشکلات ما رو حل کنن. فقط تو این چند ساله فقط ما مشکلات رو دیدیم و فقط وعده و وعید. هر سال میگن 2020، 2021، 2022 فقط برای ما روز شمار دادن. ما ها اینجا یک زندانیم که با یک کد 6 رقمی و 10 رقمی فقط این یک زندانی توی سلول خیلی خیلی بزرگ هستیم، چندین و چندین زندانبان داریم و یه هممون فقط با یک کد میشناسن. یعنی ما رو به اسم جایی نه، تو هر جایی که میریم از اون میپرسن کدت چیه، این یک زندانی.
واقعا شرایطمون سخته، هیچ کس صدای ما رو نمیشنوه. از نخستین سالگرد سرنگونی هواپیمای اوکراینی یک ماه دیگر هم گذشت. طی یک سال گذشته حکومت ایران توضیحات قانع کننده ای درباره عواملی که باعث سرنگونی این هواپیما شده نداده و در این حال بر پایان تحقیقات خود تاکید میکند و مبلغ غرامت را نیز تعیین کرده. از سوی دیگر اوکراین و سایر کشورهایی که شهروندانشان در سرنگونی پرواز 752 جان باختن معتقدن بسیار مانده تا رسیدگی به این پرونده خاتمه یابد. آنا رایتسکایا از یوکنی ینین معاون وزیر خارجه اوکراین و سرپرست هیئت مدیره مذاکره کنندگان اوکراینی درباره مسائل پرواز 752 میپرسد که گام های بعدی چیست؟ معاون وزیر خارجه اوکراین میگوید تحلیل لایحه گزارش فنی و تهیه ملاحظات و پیشنهادهایمان است. چند روز پیش سرانجام نامه‌ای را که ایران مطابق ضمیمه 13 کنوانسیون شیکاگو باید همراه این لایحه ارسال میکرد اما در ابتدا نفرستاده بود دریافت کردیم. تاریخ ذکر شده در این نامه مبدعی به شمار میرود که با گذشت حداکثر 60 روز از آن اوکراین و سایر طرف‌های زیرفت باید نتایج خود را برای ایران پس بفرستند. نامه‌ای که چند روز پیش دریافت کردیم مورخ 6 ژانویه بر خود دارد. لایحه گزارش 31 دسامبر به دست ما رسید و طرف ایرانی اصرار دارد مدت 60 روزه باید از 29 دسامبر محاسبه شود. این را مثال دادم تا ببینید حتی در کوچکترین مسائل ما هم اختلاف داریم، چه رسد به پرسش های اصلی. و منتظریم ایران دست کم به بخشی از وعده هایی که طی دور دوم مذاکرات داده عمل کند. آن وقت اگر اتفاق خاصی نیفتد برای بهار دور بعدی مذاکرات را برنامه ریزی خواهیم کرد. رئیس جمهور روسیه حاضر به ملاقات با باقر قالیباف در مسکو نشده است. یک نماینده مجلس حکومت ایران در این زمینه گفته است در جریان سفر برنامه‌ریزی شده محمد باقر قالیباف به روسیه دیدار او با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور این کشور انجام نمی‌گیرد و پیام علی خامنه‌ای که قرار بود به رئیس جمهور روسیه تحویل داده شود به نماینده‌ای داده خواهد شد که آقای پوتین تعیین کرده است. قالیباف امروز یک شنبه راهی مسکو شد. دو طرف پذیرفتند که قالیباف یک بار در فرودگاه تهران و یک بار هم در فرودگاه مقصد آزمایش کرونا بدهد. گزارش آکیش که مجتبی توانگر نماینده مجلس حکومت ایران در گفتگوی با خبرگزاری ایسنا در تهران گفت باقر قالیباف پروتکل‌های بهداشتی دیدار با پوتین را پذیرفته، به همین دلیل رئیس جمهور روسیه برای دریافت پیام مهم علی خامنه‌ای نماینده ویژه معرفی کرده است. در همین حال خبرنگار روزنامه اعتماد چاپ تهران که به وزارت امور خارجه حکومت ایران نزدیک است در توییت زیر نوشته است که از ابتدا هم ولادیمیر پوتین برای دیدار با قالیباف موافقتی اعلام نکرده بود. گزارش حاکی از آن است که ولادیمیر پوتین حالا حاضر به دیدار با باقر قالیباف نشده است. گروه نزدیک به قالیباف میگویند این دیدار فعلا به دلیل مشکلات پروتکل بهداشتی رئیس جمهور روسیه قطعی نشده، اما شمار دیگر نیز خبر دادند که رئیس جمهور روسیه حاضر به دیدار با او نشده است. و به عنوان آخرین مطلب بخش دوم این مجموعه خبری، در گزارش‌های امروز آمده بود که یک بررسی پژوهشی در سراسر جهان نشان می‌دهد که بانوان خیلی بهتر از آقایان توانستند با ویروس کرونا رویارویی کنند. این آمار نشان می‌دهد که رهبری 25 کشور جهان به دست خانم‌هاست و رهبری بقیه کشورها را مردها به عهده دارند. همین بررسی نشان می‌دهد که نخست وزیران زن شایستگی و حساسیت بیشتری در شیوه برخورد با ویروس داشتند
و از این رو تلاش آنها برای مبارزه با این ویروس موفقیت آمیزتر از کشورهایی بود که آقایان رهبری آنها را به دست دارند. سران حکومت اسلامی ایران از روز نخست گفتند و اکنون نیز تکرار می کنند که زن ناقص العقل است و جای او توی آشپزخانه و مأموریتش تربیت فرزندان و وظیفه مهمش آن است که رضایت جنسی مرد را تأمین کند و نه بیشتر از این. متن کامل و مشروع این گزارش ها و خبرهای دیگری را درباره ایران، اسرائیل و اموری که به هر دو کشور مربوط می شود می توانید در وبسایت رادیو پیام اسرائیل به نشانی radis.org مطالعه کنید. آقای علی اکبر امیدمهر در دانمارک، خوش آمدید به برنامه ما و شما دیپلمات پیشین حکومت اسلامی ایران بودید و پرسش نخست من این است که دولت بلژیک، مقامات انتظامی و امنیتی بلژیک، دادگاه بلژیک، اینها چه حقی دارن که یک دیپلمات حکومت اسلامی ایران اسدالله اسدیان رو اسدی رو بگیرن، محاکمش بکنن، به حبس ابد هم محکومش بکنن؟ این برخلاف قوانین مسئولیت دیپلماسی در سراسر جهان است. با درود به شما و سپاس از دعوتی که فرمودید و درود به هموطنان گرامی در جای جای دنیا، بخصوصا هموطنان گرامی و گرفتارمون در داخل ایران. سوال بسیار مهمیه و این روزا این مورد خطاب این سوال قرار گرفتم. برابر کنوانسیون وین، دیپلمات ها وظیفه ایجاد صلح و آرامش و رفاه و آسایش امنیت در جامعه بین المللی دارن و جلوگیری از جنگ و تشنج ها. به خاطر همین هم هستش که وظایف مهمشون افتضاح میکنه در خارج از کشور از مسئولیت‌های سیاسی و بعضی از امتیازات اقتصادی بر اساس کنوانسیون وین مصوب 1961 که همون سال هم دولت شاهنشاهی ایران اونو پیوست اینو رعایت بکنن. در بعضی از مقاطع در جنگ سرد رعایت نشد، ولی خب الان جنگ سرد تموم شده، در دنیای بهتری هستیم و سوال بسیار مهمیه که چطور شد یه دیپلماتی که در یک کشور با یه پاسپورت سیاسی و با رتبه دیپلماتیک در سفارت رژیم جمهوری اسلامی ایران در وین داره انجام وظیفه میکنه، این مسئولیت دیپلماتیک شامل حال ایشون نشده. ببینید، بر ضمن این که مثلا دیپلمات ها از لحاظ گمرک، از لحاظ بعضی از خانه ماشین در مسئولیت هستن و کیفی که میارن نباید چک بشه، ولی بر اساس ماده 31 کنوانسیون وین هیچ دیپلماتی حق نداره خارج از چارچوب اون وظایفی که در کنوانسیون وین اعلام شده کاری انجام بده. تروریست در رأس همه اوناست. اقدام علیه صلح و آرامش امنیت در جامعه بین المللی علیه همه اوناست. ولی برای اینکه این دادگاه بروکسل بلژیک، برای اینکه دیگه خیلی آسان و راحت ایشون رو محکوم بکنه، گفتن که ایشون در دیپلمات با پاسپورت سیاسی در اتریش دیپلمات بوده، بعد در هنگام یه عمل انتقال کارهای تروریستی در آلمان دستگیر شده و چون ارتباط با سه تا شهروند ما که تابعیت ایرانی هم هستن داشته، به اینجا منتقل شده و این چهار نفر باید در دادگاه محاکمه بشن و مسئولیت سیاسی ایشان هم بر اساس اصل 31 منشور کنوانسیون وین سالبه به انتفاع موضوع رعایت نمیشه.
ولی به هر حال حکومت ایران اعتراض کرد به دولت بلژیک، خواهان آزادی اسدالله اسدی شد، همون حکومتی که در اوائل رسیدن به قدرت آمد و سفارتخانه یک کشور خارجی رو اشغال کرد و دیپلومات ها رو حدود 50 نفر، بالاتر از 50 نفر رو 444 روز زندانی کرد. حکومت ایران چه حقی داره که به دولت بلژیک و کشورهای اروپایی اعتراض بکنه؟ بله، من از لحاظ مسائل قانونی و کنوانسیون وین عرض کردم، ولی رژیم جمهوری اسلامی ایران طی این 42 سالی که از عمرش گذشته به هیچ کدوم از قوانین بین المللی ناظر به مسائل صلح و امنیت و اقتصاد و روابط سیاسی و فرهنگی احترام نگذاشته. یک دمل چرکین، یک قده سرطانی در جامعه بین الملل منشور حقوق بشر رو رعایت نکرده، منشور سازمان ملل متحد را با حمله به سفارت آمریکا، با حمله به سفارت عربستان و کشورهای دیگه در داخل ایران جزء خاک این کشورها میشه و مسئولیت دارن نفی کرده و کنوانسیون وین رو طی 40 سال گذشته 365 مورد تروریسمی انجام داده که کشف شده. در بعضی از کشورهای آسیایی و آفریقایی عملیات تروریستی رژیم با اسفا کشف نشده، یا مثلا در برخی از کشورها مثل هند و تحلیلن هم یه کار تروریستی مقابل سفارت اسرائیل در دهلی انجام دادن و گفتن طلبه های هندی هستن که در حوزه علمی قوم دوره های تروریستی دیدن، انجام شد. در از گذشته تا حالا چقدر انسان های بیگناه ها کشتن و چقدر این قوانین بین المللی را رعایت نکردن. رژیم جمهوری اسلامی ایران در دنیا اولین کشوری است که بر همه نرم های متمدن تصویب شده جامعه بشری از اول تاریخ تا حالا که سرمایه جامعه بشری است پشت کرده، نقد کرده و اونا رو زیر پا گذاشته. به خاطر همینه این قضیه محکومیت یه دیپلمات به عنوان یه سنامی دامن رژیم و دیپلمات هایی که به ظاهر دیپلماتن ولی اکثریت قریب به اتفاقشان تروریست های دوره دیدن خواهد گرفت. و این جریان به ادامه کار دیپلمات های ایرانی در کشورهای خارجی تا چه حد لطمه میزنه؟ به هر حال این یک لکه ننگی هست بر پیشانی وزارت خارجه و رژیم اسلامی در ایران. بله، این اولین باری است که در تاریخ بشریت یک کشوری به علت عملیات تروریستی به طور رسما در یک دادگاه پیشرفته و متمدنی در جامعه اروپا محکوم میشه و این ضمن این که پیدا میکنن که ایشون دستوراتشو از ظریف وزیر خارجه میگرفته و از وزیر اطلاعات میگرفته، بنابراین چارچوب وزارت خارجه الان زیر سواله که آیا این واقعا یه وزارت خارجه است یا یه وزارتخانه همراه با وزارت اطلاعات امنیت رژیم در چارچوب اون عملیات تروریستی که سپاه و نیروهای دیگه در خارج از کشور انجام میدن قرار داره و در واقع اینا در پوشش دیپلماتیک، در پوشش یک شهروند دو تابعیتی به خارج از کشور اعزام شدن که اون نیتهای واقعی رژیم را در جای جای دنیا به ثمر برسانه. کاری که رژیم جمهوری اسلامی کرده برخلاف موازین بشریت، برخلاف موازین تمدن، اگر قرار باشه همه کشورهای دنیا همین کاری که رژیم جمهوری اسلامی انجام داده انجام بدن، هرج و مرج و جنگ و کشت و کشتار آنچنان کره زمین رو فرا میگیره که بعد کار به استفاده از بمب اتمی میرسه، نسل بشریت کنده میشه. به خاطر همینه که من عرض کردم رژیم جمهوری اسلامی ایران در بین 192 کشور عضو سازمان ملل متحد تنها کشوری است که تقریبا همه قوانین بشری رو زیر پا گذاشته. و شما به یک نکته مهم
اشاره کردید. خب حالا حکومت ایران با یه سازمان سیاسی برون مرزی اختلاف داره، میخواد به اونها آسیب برسونه، جانشون رو بگیره، ولی آیا اینها حساب کرده بودن و در نظر گرفته بودن که اگر در یک همایش حزبی که نمایندگانی از چندین و چند کشور جهان حضور دارن و اونها کشته بشن، دولت‌های که این افراد شهروندشون بودن اونها خروج خواهند کرد، وارد ستیز و نبرد با حکومت ایران خواهند شد و این جنایت رو بی نتیجه نخواهند گذاشت و بی پاسخ نخواهند گذاشت. پرسشم این است که آیا از دیدگاه شما با شناختی که با از وزارت خارجه ایران و شاید وزارت اطلاعاتش دارین، آیا اینها سنجیده بودن این خطر رو و این نکته رو که اینها در واقع علیه دنیا دارن تروریسم میکنن؟ ببینید، من از جناب مناشانی، من دیپلمات های زمان شاه هستم که سال آخر 56 وارد با امتحان و کنکورینا وارد کادر سیاسی وزارت خارجه شدم، داشتم دوره آزمایشی رو میدیدم که این شورش شد و گرفتار شدم. رژیم جمهوری اسلامی همیشه، یعنی اون درسایی که میدادن در مذاکرات یا مثلا استاف میتینگی که اداره کل انجام میداد یا مثلا در نمایندگی هایی که هند و پاکستان و افغانستان من بودم، هیئتی می اومد و دیپلمات های منطقه رو جمع می کرد، اینا همش تاکیدشون بر این بود که ما باید یک کاری بکنیم حکومت اسلامی رو به حکومت آقا امام زمان وصل کنیم، شماها وظیفه دارید فقط در همین راستا کار بکنید، این ابزاری که اینا دارن ابزار این جهانی، قوانینشون، سازمان مللشون، کنوانسیون ویانشون، ولی مال ما یک امت اسلامیه، تشکیل یه حکومت جهانی اسلام هزار ساله با حکومت امام زمانه. و بعدش هم البته توضیح می دادن، می گفتن حتی لازم باشه که حتی، یعنی در احادیث هست که حضرت زمانی ظهور می کنن که تا مرفق اسب حضرت در کره زمین خون غیر شیعیان، سنیان، یهودیان، مسیحیان و همه امیدینا جاری بشه، که ایشون ظهور یکی از علائم آخر خیلی مهم میشه. بعد وقتی خون در کره زمین، اقیانوسای خون در کره زمین جاری شد، ایشون ظهور میکنن، اینا هم میخوان که این حکومت پر از خون و جنون و جهل و خون رو وصف بکنن به اون. اینی که به هیچ کدوم از نرمهای مترقی، متمدن و این جهانی جامعه بشری احترام نمیذارن. همین کنوانسیون دیگه، در بین این همه کنوانسیون ها، قراردادها، قطعنامه ها، میدانیم که ما 196 تا کشور در دنیا داریم که فقط 194 تا عضو سازمان ملل متحد هستند. در این کنوانسیون ویان عین همه این 192 کشوری که عضو سازمان ملل متحد هستند، عضو این کنوانسیون ویان هم هستند و دبیر کل سازمان ملل متحد هم ناظر به این قضیه است. یعنی این کاری که اینا کردن، الان دبیر کل مسئوله بگه که بله یه اتفاقی افتاده، یه تروریست، یه دیپلمات کار تروریستی انجام داده، باید بر اساس اصل 42 فصل 7 منشور سازمان ملل متحد کار به شورای امنیت بکشه، رژیم جمهوری اسلامی ایران محکوم بشه، جامعه بین المللی در مورد این اقدام رژیم به صورت دست جمعی تصمیم بگیره، برای اینکه با این کار صلح و امنیت جامعه بین المللی رو مورد مخاطره قرار داده. و از یک ترور دیگر سخن بگوییم، تروری که ناکام ماند و اون گردآوری اطلاع در کشور اتیوپی بود، به خاطر اینکه یکی از سه سفارتخانه ها و شاید هر سه سفارتخانه اسرائیل، ایالات متحده و امارات عربی متحده رو منفجر بکنند. آیا حکومت ایران جز این عملیات تروریستی تونسته کار مفیدی رو در صحنه جهانی انجام بده؟ به
ببینید کار رژیم جمهوری اسلامی ایران زورگوییه. ببین در گذشته خب این حزب الله ما که تابوتی یک دیپلمات تابوتی زمان شاه بودیم میگفتش که اولا ما مجبور بودیم که رساله آقا رو بخونیم، قرآن رو بخونیم، احادیث رو بخونیم، بعد میرفتیم با این آقایونم میگفتن که در وقتی حضرت در جنگ ها هیچی نداشت ولی رجزخانی میکرد و بعضی مواقع راهزنی میکرد، بعضی مواقع گروگان میگرد، ما باید این کار بکنیم. یعنی قوانین 1400 سال پیش را در آوردن در نیمه دوم قرن بیستم و نیمه اول قرن بیستیکم حاکم کردن به عنوان یک دمل چرکین و قده سرطانی بر نظم موجود در جامعه بین المللی قیام کردن. ولی به علت همین کاری که الان در بروکسل انجام گرفت و برای اولین بار یکی از دیپلمات‌ها، البته قبلا مثلا از تروریست‌های لبنان، تروریست‌های دیگه استفاده می‌کردن، مثلا رستوران میکنوس اینا، یا آنی که در کنیا رخ داد، یا به قول شما آنی که در اتیوپی رخ داد، ولی اینجا یه دیپلمات رو گرفتن. از این به بعد این قضیه دامن رژیم رو خواهد گرفت. یعنی دیگه کسی به دیپلمات‌های رژیم به عنوان یه دیپلمات کاریری نگاه، همه مظنونن، تروریستن، مگر اینکه برخلاف اون ثابت بشه. ضمناً بسیاری از محموله‌های هروئین، دلارهای تقلبی رژیم در جامعه بین‌المللی از طریق همین کیف‌ها و همین پست‌های دیپلماتیک انجام می‌گرفت. از این به بعد جامعه بین‌المللی در مقاطع ورودی و خروجی این کیف‌های شخصی دیپلمات ها، این پست‌های رسمی سفارتخانه ها و کنسولگری ها و خانه های فرهنگ را بررسی خواهند کرد که آیا مواد اتمی توشه، اورانیوم توشه، مواد تولید موشکی توشه، چاشنی اتمی توشه، یا این دفعه دیگه با دقت ریاضی اینا بررسی خواهند شد. کاری که رژیم انجام داد دامنش رو خواهد گرفت. و آخرین پرسش من این است که اینها ادعا کردن که ما انقدر قدرت داریم که میریم خونه پرزیدنت ترامپ و اونجا ترورش میکنیم. پیامی هم از علی خامنه ای بود، عکسی هم از پهپادی بود که زمین گلف ترامپ رو هدف قرار داده. ولی شما در دانمارک زندگی میکنید و اطلاع دارید و میدونید که چندین و چند توطئه تروریستی حکومت ایران در اروپا خونسا شده. آخرین پرسش من، کدام یک از عملیات تروریستی حکومت ایران در 7-8-10 سال اخیر به نتیجه رسیده و نشان قدرت حکومت بوده؟ هیچ کدومشون. باد توخالیه، رفتن به دونکیشوت، به جنگ آسیابهای بادیه، رژیم جمهوری اسلامی با این هاتوپورتا، با این یعنی میخواد در سوریه به گل نشسته، نمیدونم برای طالبان افغانستان داره قربون صدقه میره که شرارت ایجاد کنه، در عراق این کارا میکنه، در بحرین، در یمن این به عملیات تروریستی خودش ادامه میده. ولی به قول شما مگر در بمبگذاری در اون مرکز یهودیان آرژانتین دامن رژیم رو نگرفت؟ مگر تنبیه نشد؟ مگر رستوران میکنه باعث نشد که هاشمی، خامنه‌ای، ولایتی، فلاحیان جز لیست سیاه اینترپل قرار بگیره؟ این قضیه هم باعث میشه که وزیر خارجه و وزیر اطلاعات، خود خامنه‌ای دوباره در اون لیست سیاه قرار بگیره به عنوان سرکردگان تروریسم بین الملل. این که دیگه فکر نکنم آقای ظریف بتونه به خارج از کشور سفر بکنه با این کاری که کرده. ایشان اعلام کرد، اسناد همین آقای اسدی مستقیما با ظریف در ارتباط بوده. پس اگر یه تروریست کوچکی میخواد یه کار تروریستی انجام بده، یه سرکرده تروریستی اون بالا هست که این دستور رو بهش میده. بنابراین این کارا تا حالا هیچ کدومش موفق نبوده. البته تروریستایی در میکنوز یا بعضی جاها شخصی انجام داده، 365 نفر رو تا حالا کشته، ولی کار تروریستی که به نفع رژیم باشه
به هیچ عنوان تا حالا نبوده، همیشه محکوم شده، آبروش رفته، آبروی ملت ایران رو برده، کشور ایران سمبل حقوق بشر، کوروش کبیر، اینا اومدن عکس قضیه جنایت علیه حقوق بشر، یعنی صدور شرارت در مبحث روانشناسی سیاسی هست که شخصیت ها لیدرها جامعه خودشون رو شبیه خودشون میکنند. شاه ایران را تبدیل به بیوتیفل مایند، یعنی ذهن زیبا کرده بود. این آقای خامنه‌ای متاسفانه ایران را شبیه خودش، عامل کینه، عامل شرارت، عامل بدی، زشتی، پلیدی و خیانت کرده و تنها با منو تو شدن ما و اتحاد رنگین کمان ملت ایران است و قیام در میدانهای میلیونی و تداوم این قضیه هست که میتونیم هم ایران را نجات بدیم، هم جامعه بشری را از این موجود وحشتناک تروریستی که صلح آرامش دنیا را به هم میزنه نجات بدیم. آقای علی اکبر امیدمهر در دانمارک، سپاسگزارم که میهمان برنامه ما بودید و به این پرسش ها پاسخ دادید. تشکر. سپاسگزارم از دعوتی که فرمودید. پیش از خداحافظی با شما یادآوری می‌کنیم که تلویزیون ایران آریایی که بازتاب دهنده آرمان‌های ملی ایرانیان است و در راه آزادی این سرزمین پیکار می‌کند، هر روز برنامه خبری ما را 3 بار در ساعات مختلف پخش می‌کند که نخستین آن ساعت 8 بامداد به وقت کالیفرنیا می‌باشد. برنامه خبری ما را در هر لحظه از شبانه روز که مایل باشید می توانید از طریق تلفن همراه خود و یا اینترنت بشنوید. توصیه می کنیم اپلیکیشن ما را در تلفن دستی خود نصب کنید تا هر روز با فشار 1 دکمه بتوانید برنامه ما را گوش کنید. برای نصب اپلیکیشن ما وارد اپستور تلفن دستی خود شوید و به فارسی یا به خط انگلیسی بنویسید رادیو پیام اسرائیل. همچنین صدای ما را در همه شبکه‌های اجتماعی از فیسبوک تا توییتر و از تلگرام تا اینستاگرام می توانید بشنوید. نشانی وبسایت ما از این قرار است: radis.org. نشانی ما به خط لاتین این گونه نوشته می شود: RADIS. تکرار می کنم: RADIS. پاینده ایران، جاوید اسرائیل.